سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایشات حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود. در روایتی امام علیه السلام فرمودند دام پنهان خداوند برای بنده اش آن است از نعمت فراوان برخوردارش گرداند و توفیق شکرگزاری را از او سلب نماید. نکات زیادی در این حدیث هست، باید مراقب باشیم نعمتهای خدا ما رو غافل نکنه از خدا. اگر مال اموال انسان زیاد شد، سلب توفیق شکر نشه، مراقب باشیم. حالا در روایات داره که شکرگزاری از مصادیقش یکی این است که انسان گناه نکنه و مصادیق دیگری، لذا مراقب باشیم یه وقت نعمتهای خدا باعث نشه ما از یاد او غافل بشیم و شکر نعمات او رو انجام ندهیم. بدانیم اینها لطف اوست و به شکرانه اون نعمتها حقوق الهی اونها رو ادا کنیم. شاید فرصت، چون بعضی ها خیلی از امور رو به آینده موکول میکنن، ممکن است به اون آینده و لحظه و زمان نرسن، زودتر باید انجام وظیفه کنن، اون حقوق الهی رو پرداخت کنن، نیت خیری دارن برای بستگانشون، دوستانشون، به شکرانه ی نعمت خدا دست اونها رو هم بگیرن. در روایت دیگری است، چون عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عباس را به یمن تبعید کرد، امام علیه السلام به ابن عباس چنین نوشت. حالا این حدیث درش بحثه که آیا از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شرف صدور یافته یا از امام زین العابدین علیه السلام، اما چون در کلمات قصار اون حضرت آوردن ما هم نقل میکنیم. امام علیه السلام به ابن عباس چنین نوشتن: اما بعد به من گزارش رسیده که ابن زبیر تو را به طائف تبعید نموده است، خداوند به همین خاطر نام تو را پر آوازه سازد و موجب ریزش گناهت گرداند، همانا نیکان روزگار گرفتار شود. نکته بسیار مهمی است. انسانهای مؤمن، انسانهای نیکوکار باید بدانن گرفتاری اونها در این دنیا بیشتر از دیگرانه. یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش.
عشق. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک. از همون روزایی که یادم دادن نوشتم و چون که با عشق تو مولا زده ان سرشتم و مادرم به من میگفت عزیزکم نور دو عین، اولین حرف دلت رو بنویس مدد حسین. کربلا کربلا قبله اهل یقین، کربلا کربلا معنی حسن حسین. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. همانا نیکان نیکان روزگار گرفتار شوند، و اگر چنین بود که فقط در امور مورد دلخواه پاداش دریافت می کردی، پاداش تو اندک می شود. انسان اموری در ذهنشه که اونها رو انجام بده، به واسطه اونها به ثواب برسه. این در این حالتها ثواب انسان کمه. اون گرفتاری هاست که وقتی که سراغ انسان آمد و انسان خدا رو فراموش نکرد و صبر کرد، اونها ثواب های عظیمی رو برای او به ارمغان می آورد. چرا که خیلی از امور در این دنیا دلخواه انسان نیست، و اگر انسان صبر کرد، تحمل کرد، اجر و ثوابش فزونی پیدا می کند. خداوند ما و تو را مصمم به شکیبایی در هنگام گرفتاری نماید. صبر در گرفتاری ها امر بسیار بسیار مهمی است، و سپاسگزاری هنگام نعمتداری، همچنین انسان به نعمتی رسید، خدا رو شکر کنه، سپاس بگذاره. و ما و تو را هرگز گرفتار شماتت دشمن حسود نگردانه. این هم از عرض شبت که فرمایشاتی است که منسوب به اون حضرت که در نامه مکتوب فرمودند. در روایت دیگری داریم از اون حضرت، مردی به حضور امام علیه السلام شرفیاب شد و درخواست کمک کرد. امام علیه السلام فرمودند همانا درخواست کمک مالی خوب نیست مگر برای پرداخت جریمه سنگین، یک جریمه که از پرداختش عاجز و سخته، یا فقری ذلت‌بار، فقر بسیار شدید، یا تعهد مالی مهم که از ادای او براش ممکن نیست ادای آن. آن مرد عرض کرد من هم برای یکی از این موارد آمدم. امام علیه السلام به فرزند خود، امام علیه السلام دستور دادن که 100 سکه طلا دینار به او بدن. تا دیداری دوباره، خدایار و نگهدار شما باد. اللهم صل علی محمد.